ҳмадавраи кории маҷлисро тамдид кардам мо бар чӣ мабноӣ бо он ки ба асоси ҳукми қонуни асосии афғонистон ба лиҳози замони давраи кории маҷлис намояндагони шӯрои милли афғонистон фардо аввали саратон ба поён мерасад аммо риёсатҷумҳурӣ бо баршумурдани чандин далоил тайи як эъломия давраи кории маҷлисро то замони баргузории интихоботи порлумонӣ ва эъломи натоиҷи он тамдид кардааст дар эъломия омадааст бо таъси аз аҳкоми сариҳу рӯи қонуни асосӣ мабнӣ бар фаъолияти мустамири تداوم مشکلات تخنیکی و مالی که باعث تأخیر در برگزاری انتخابات شد، با در نظر داشت ضرورت اصلاحات لازم در, انت در نظام انتخابات کشور، با توجه به تهدیدات جدی و حوادث امنیتی که برگزاری انتخابات را با, مو با موانع زیاد روبرو نموده است، مراتب آتی به اطلاع ملت شریف و مؤمن افغانستان رسانیده می شود. як назар ба аҳкоми қонуни асосӣ бо таваҷҷӯҳ ба равия дар мавориди қаблӣ ва назариёти устрамаҳкамаи шӯрои миллии афғонистон ба ҳиси ниҳёди қонунгузорӣ ва яке аз оргонҳои тамсилкунандаи ҳокимияти миллӣ то замони эълони натоиҷи интихоботи вулуси ҷирга ба кори худ идома хоҳад дод дувум ҳукумат мутаҳид аст аз тариқи мароҷии масъул зарфи як моҳи дигар торихи баргузории интихоботро таъин ва тақвими интихоботиро эълом намояд سلام و وقت بخیر در بخش گفتگوی برنامه قایون غلام فاروق مجرو مجلس نمایندگان و از الگه استجاد استاد دانشگاه با ما هستن میمون عزیز خیلی خوش آمدید تشکر سلام باش آقای مجرو در نخست با شما با شما میایم و اگر از همین مورد آغاز کنیم که شما به عنوان مجلس در مورد دوام کاری شورای ملی به خصوص مجلس نمایندگان پس از اول سرطان چی دیدی دارین به نام خداوند بزرگ با سلام خدمت شما همکاران محترمتان بینندگان نهایت گرامی و همچنان دوست بسیار عزیز جناب سجاد صاحب ابتدا خو لاب بکنم که بحث تمدید هیچ گاه مطرح نبوده و حکومت و رئیس جمهور بله که در اعلامیه تذکر رفته و رسانه ها هم که با, با کار بردن اصطلاح تمدید یکی با کار است که, که شما اصطلاح تمدید شما رسانه ها به کار میبرین یکی با اعلامیه که شما با کار بردین مطابق با حکم سری قانون اساسی افغانستان ادامه کار پارلمان افغانستان تذکر رفته بدین معنا بعد تمدید مطرح نیست هیچ نهاد و هیچ مرجع حق تمدید مجلس نمایندگان افغانستان نداره حکومت ملی در افغانستان به ملت تعلق داره که از طریق مستقیم و که توسط نمایندگان خود او را اعمال میکنه هیچ کس صلاحیت تصمیم گیری در این رابطه را نداره رئیس جمهور افغانستان هم با ایلامی که منتشر کرده ابتدا مسئولیت عدم برگزاری انتخابات بر مبنای دلایلی که تذکر رفته با اوده گرفته تاریخ برگزاری انتخابات آینده را گفته بعدا اعلام میکنیم و تا بعد مطابق با قانون اساسی افغانستان شورا به کار خود ادامه میده ماده سوم قانون اساسی افغانستان جدا سراحت داره ای که بعض از دوستا با کمال احترام به نظریاتشان میخوان به نوعی تفر روند بحث جداست وگرنه تاریخ پایان دوره کار مجلس اول سرطان سال پنجم میدانه اما شرایطی داره که انتخابات نتایج انتخابات و همچنان شروع به کار پارلمان جدید به این معنا که هیچگاه توقف قوه مقننه افغانستان در درجه تذکر داده نشده شرایطی هم که به کار رفته فقط صرف به خاطر عزیز که اگر احیانا زمان انتخابات برگزار نمیشه چه باید شوه به با 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 همان مناس و اگر قانون، قانونگذار قانون میتونست که ایره نو ای تنظیم بکنه که دوره کاری ورسی جرگه شورای ملی افغانستان در اول سرطان سال پنجم خاتمه میابد این دیگه حرف دیگه وجود نداشت پس وقت شرایط در اینجا وضع کرده و بعد از اعلان نتایج انتخابات او را ختم اعلان میکنه چون انتخابات صورت نگرفته و قوی مغننی افغانستان من حیث مظهر اراده مردم افغانستان هست هیچ نهاد و ارگان و شخصیت حقوقی و حقیقی نمیتونه که در قسمت تصمیم بگیره و رئیس جمهور افغانستان بله اول رئیس جمهور اعلامیه صادر کرده و گفته که تا زمان برگزاری انتخابات باید به با کارش دوام بده و دو مورد هم که من اینجا پیشتر خواندم تذکر داده چون است پس که شما میگین هیچ کس حق مداخله را نداره در کارش رو رئیس جمهور در اینجا نگفته که این فرمان هم نداده حکم هم صادر نکرده رئیس جمهور چون در چند روز گذشته ادمو کارای <coughs> کرده بود متاسفانه که کاری را می‌خواست انجام بده که نتونستش به شکل درست مدیریت بکنه رئیس جمهور خودش سراحتان، و نمایندگان رئیس جمهور که همراه ما دیدارهای داشتند اونها گفتند که ما در قسمت ادامه کار شورا نه بلکه ما در قسمت چگونگی برگزاری انتخابات و تعیین زمان انتخابات با مردم مشوره میکردیم ولی به نوع دیگه تعبیر شده و بچه شده و سوی تفاهم به وجود آمده چون ما برای رئیس جمهور افغانستان گفتیم که و هیچگاه ما ای اجازه به هیچ کس نمیدیم که در این قسمت او مداخله بکنه اینها میخواستند که آنچه که بر ما آه آه تذکر رفته آه اول آه از لحاظ جوی و امنیتی و اقتصادی افغانستان موضوع برگزاری انتخابات و عدم برگزاری انتخابات فعلی را اینها با مردم مشوره بکنن که چرا ما انتخابات برگزار کرده نتونستیم و چی وقت برگزار بکنیم دوم میخواستند به نوعی مناطق سرسید و گرمسیر را از یکدیگر جدا بکنن و انتخابات در دورهای مختلف برگزار بکنند تا با حکومت هم امنیت تامین بکنه و هم ولایت سرسیر و گرمسیر جدا باشه روی ادی گفتن ما میخواستیم با مردم مشوره بکنیم و با نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و مردم ولایت ولی وقتی پروسه شروع شد نوع انتخابات و ادامه کار مجلس نمایندگان هم به دخیل شد بنا این چنین چیزی نبوده رئیس جمهور صرف به خاطر از که صرف به خاطر این که رئیس جمهور مشوره کرده بوده با مردم با ولایات با با اعضاب نهادها شخصیت های سیاسی و جهادی افغانستان مجبور و مکلف بود که یک چیز را به ملت اعلام بکنه این رو که اعلام کرد این ای, ای نه حکم بوده نه فرمان بوده نه تمدید بوده و نه هیچ کس هم صلاحیت را داشته فقط رئیس, رئیس جمهور یک اعلامیه صادر کرده اعلامیه صادر چیز... کرده. کرده که اینمو به خاطر اینکه تازه که اعلامیه که داده مشخصا یادآور شده که رئیس جمهور که تا زمان برگزاری انتخابات به نوعی حالا یک, یک فرمان است نه و کارش دوام بده گفت رئیس جمهور فرمان چی فرمان فرمان هست فرمان، و اگر این فرمان نبوده پس چرا اعلامیه صادر شده و چی نیاز بوده که رئیس جمهور این اعلامیه را صادر به خاطر از اینکه به خاطر از اینکه رئیس جمهور با بعد از شخصیت ها و مردم مشوره های را در با پیرامون این موضوع کرده بوده بنا ان به خاطر از اینکه یک چیز برای ملت داشته باشه و با در ضمن ما برای رئیس جمهور تذکر دادیم که باید مسئولیت عدم برگزاری انتخابات بعد <متحاب> دلیلی که خود ر... حکومت میدانه این مشخص بود برای ملت افغانستان که این مربوط به ما نبوده مربوط به ریاست جمهوری و حکومت بوده و در ضمن امی اعلام چی رو بکنه برگزاری تاریخ برگزاری انتخابات آینده را که این این خواست ما بوده مسئله ادامه کار این بحث بسیار اه بسیار سریع قانون اساسی افغانستان هست این مسئله به تفکیک قوای سلاسه افغانستان هست تا ملی افغانستان و و ملت تعلق داره کسی دیگه حق نداره در این قسمت تصمیم بگیره خیلی سپاس آقای سجاد فکر میکنم واقعا ایجاب میکرد و نیاز بود که برای دوام کار شورای ملی رئیس جمهور چنین تصمیم رو بگیره و حالا آقای مجروم موافق نیستن با با کار بردن تمدی کار شورای ملی که بلکه بر مبنای قانون اساسی باید با کارشون اینا میتونستان دوام بدن و از طرف دیگر هم هیچ کسی صلاحیتی را نداره که واقعا در مورد دوام یا توقف کار شورای ملی تصمیم بگیره بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت جناب والی جناب وکیل و بینندگان محترم برنامه ما با امید قبولی عبادات همه در این ماه مبارک ادامه این کار پارلمان تصمیمش مردم افغانستان میگیرن مردمی که صاحب رأی هستن و اینا رأی میتن و از زمانش را هم قانون اساسی تعیین میکنه که پنج سال هست زمانی که یک رایدهنده میر را تصمیم میگیرد برای کی و تا چه زمانی رای میته او هست که تصمیم میگیر بر اساس قانون اساسی افغانستان پس رایده دهنده و مردم افغانستان تصمیم گرفتن بر اساس قانون اساسی که وکلای خوشانه برای مدت پنج سال انتخاب بکنن و با گذشت پنج سال دقیق است که هیچ نهادی حتی خود پارلمانی صلاحیت را نداره که از بیت المال و از بودیجه مردم استفاده بکنن و یک حقی را که زمانش خاتمه پیدا کرده حق وکالت و حق نمایندگی از خود زمان داره یعنی یک حق غیر محدود نیست مادام العمر نیست یک حقی است که قانون از رای دهنده برای گیرنده انتقالش داده در یک مدت زمانی که پنج سال هست بله که از تمام امتیازات حرف دیگری برای نماینده ها نمونه دوره شان ختم است و بله. مجری اشاره کردن که بل برخی شرایط دیگر هم در اون ماده که شما لو استدلال کردین وجود داره خ... اگر اونها پوره نباشه ما نمیتونیم بگیم که ماده مکمل است و مفاد کلی ماده هم همین 5 سال زمانی باشد تمام ام... امتیازات اونجا ختم میشه بحث او بندی که بعد از اعلان نتایج هست ما اگر این بند را خیلی تاکید میکنیم او دو بند مهمتر از این که میگه انتخابات باید دو ماه یا یک ماه قبل از پایان دوره کاری پارلمان برگزار شود بله حالا در اینجا بس اینجاست که بس, بس, حکومت بس, بس وقتی برگزار نمیشه در واقع پارلمان ادامه فعالیت و ادامه کارش دیگه مشروعیت نداره چون انتخابات برگزار نشده اونجا وقتی میگه بعد از اعلان نتایج چه نتایجی وجود داشته باشه چون حالا الان اصلا نتایج وجود نداره که اعلان شود از این جهت او برگزاری انتخابات دو ماه یا یک ماه قبل اولویت داره نسبت به بند که باید انتخابات برگزار شوه او به مفهوم نیست که انتخابات برگزار نکنن و پارلمان افغانستان به شکل نامحدود و نامشخص فعالیتش را ادامه بده امروز هم وقتی که از اعلامی که صادر شده واقعا جای تعجب داره که چطور از روح قانون اساسی میان تو این برداشت و این برداشت بر اساس قانون اساسی کی صلاحیت داره که ما بیایم بگیم بر اساس مف... مف... مفاهیم روح قانون اساسی روح قانون اساسی میگه شما باید حاکمیت را توسط سه قوا به شکل قانونیش تطبیق بکنین نه به شکل غیر قانونیش این برداشت که روح قانون اساسی چون این چیزی را میگه و چون این اعلامی بیرون شدن از ارگ نشن... و نامشخص بودن از اینکه کدام مرجع چنین صلاحیتی را داره و بر اساس کدام تفسیر آمده روح قانون اساسی چنین چیزی را تقاضا میکنه که باید پارلمان کارش ادامه پیدا بکنه روح قانون اساسی میگه که شما باید در ختم مدت کاری قوی اجرای انتخابات ریاست جمهوری برگزار بکنین در ختم مدت کاری پارلمان باید انتخابات برگزار بکنین در غیر از او ادامه فعالیت قوی مجریه بدون از اینکه انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود ادامه فعالیت پارلمان بدون از اینکه انتخابات پارلمانی برگزار نشود غیر قانونی هست از این جهت ای بحث از اینکه ریاست ببینین من فکر میکنم متاسفانه پارلمان در یک وضعیت قرار گرفت که سرنوشت پارلمان باید مشخص میشد توسط یک بلد. ارگانی غیر از خود پارلمان چون خود پارلمان این ای صلاحیت هیچ نهادی صلاحیت را نداره من ابتدا گفتم که تنها مردم است که تصمیم میگیره تا چی زمان یک وکیل انتخاب بکنه بر اساس قانون هیچ ارگان ای صلاحیت را نداشته اما بنابر ده ها دلیلی که به میان میارن جز مسائل ملی کشور منافع ملی کشور بحثش را در میان میارن حالا قوه اجرایی چی توسط فرمان چی اعلامیه بالاخره به مردم اعلام کرد که پارلمان فعالیتش را ادا، کارش را ادامه میده برای تا زمانی که نتایج اعلام شود و جالب هم باز هم این است که تا زمانی که بر انتخابات برگزار شود نمیارن میگن تا زمانی که نتایج اعلام شود یعنی یک نوع تناقضاتی در خود از این اعلامیه وجود دارد که اولا چرا حکومت زمان برگزاری انتخابات را همزمان با اعلامی که برای ادامه فعالیت غیر پارلمان صادر شده مشخص نمیکنه ما حکومت باز هم یک مف... زمان خواسته برای از, از ای که تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص بسازه و جالب همین است که در اعلامیه آمده که از مجرای نها... یعنی از مجرای نهادهای برگزار کننده این مشخص میکنه تقویم انتخاباتی را که بله. این خودش جای سوال داره که این نهادها کدام هست آیا نهادهایی که سال قبل انتخابات افغانستان را به بحران بردن و هزار سوال در مورد از اونا وجود دارد بله حالا شما آلا در, آلا... در یک مسئله گره که از چند بدین سو رئیس جمهور رایزنی را آغاز کرده بود برای دوام کار شورای ملی پس از اول سرطان فکر میکنین اون که رئیس جمهور میگفت که یک اجماع ملی به وجود بیای برای دوام کار شورا یا نظرسنجی شود در ولایات یا در دیگر جاها چنین چیزی ایجاب میکرد که صورت بگیره برای دوام کار شورای ملی یا آنچه که نماینده ها میگن که ما بر مبنای قانون اساسی میتونیم با کار ما دوام بدیم چون انتخابات برگزار نشده نماینده های جدیدی به جای ما معرفی نشدن و این هم امکان نداره که ما اصلا وجود نداشته باشیم ببینین امکان داره حداقل در سال چند ماه امکان داره پارلمان در زمستان حضور نداره در تابستان برخصاتی یک... جالب اینجاست که میگیم, فقط میگیم فعالیت مستمر فعالیت مستمر به این معناست که هیچ وقفه در کار باوجود وجود نیاید مثل که ما وقتی ریاست جمهوری را رئیس جمهور انتخاب میشه و باید در مدت 5 ف... سال فعالیت مستمر داشته باشه و هیچ رخصتی برای رئیس جمهور پیش بینی نشده مگر اینکه بر اساس قانون کار رخصتی هایی که همه دارن وقتی پارلمان در حداقل در یک سال چندین ما نیست فعالیت نداره عملا رخصت هست و زمانی هم که هست بیشتر از سی تا چل نفر در جلساتش حضور ندارن. یک این فعالیت کجاش مستمر هست و کجاش مسمر هست واقعا و کجاش مسمر هست ما باید یک سوال پاسخ بدیم اگر واقعا ما به مسلحت میریم فکر میکنیم حضور پا... ببینیم ما در واقع در... بعد از اول سرطان انتخاب خوب و بد نداریم ما انتخاب بد و بدتر داریم ما بیایم بسنجیم شرایط از ای که ما یک پارلمان که دیگر قانون اساسی اجازه نمیته اگر فعالیتش را ادامه تیم، چی چیزایی به دست میاریم و او را هم بسنجیم که اگر ما یک چونین پارلمانی را که قانون اساسی وقتش خاتمه داده تلقی میکنه بله، شب و شب او را پایان بتیم چی چیزایی به دست میاریم من فکر میکنم که مزایایی که در بسته شدن پارلمان هست با ختم کاری دوری اول سرطانش بیشتر هست ما در یک انتخاب قانونی قرار نداریم فعلا ما انتخاب سیاسی باید بکنیم و این انتخاب سیاسی و مصلحتی ما باید منافع ملت را تامین بکنه بله سپاسگزارم آقای خیل سجاد خیلی سپاس آقای در کل خوب شما اشاره کردین و آقای سجاد هم اشاره کردن که اول هیچ مرجع یا هیچ شخصی صلاحیت یا نداره که دوام کار شورای ملی را تمدید کنه یا به نوعی تایید کنه به گفته شما دومی که اگر نماینده ها میان استدلال میکنن که ما مشروعیت ما از مردم گرفتیم از طریق رای مردم گرفتیم مردم برای یک دوره 5 ساله معین یا 4 ساله که اول سال پنجم میشه برای شما رای دادن دیگر اونم زمون به پایان رسیده چگونه پس شما میگن که دوام کار ما قانونی است و حتی برخی ها میان میکنن که دوام کار مجلس نمایندگان پس از اول سرطان غیر قانونی است درست امی جان مطلب هم در همین جاست که وقتی ما میگیم هیچ نهاد و هیچ کسی حق نداره که به یک قسمت مداخله بکنه به دلیل اینکه مردم افغانستان هستند که رای دادن و مردم افغانستان هستند که رای میدن مردم افغانستان رای دادن و طابق به اینیم قانون اساسی ما را انتخاب کردن اگر یادتان باشه سال انتخابات گذشته هم که بود تقریبا ما در اول سرطان سال پنجم ما شروع به کار میکردیم ما در شیش دل و سال پنجم شروع به کار کردیم این مردم هستند که باز تصمیم میگیرن وقتی مرا نماینده تعیین کردن تا زمان من نماینده هستم که باز برن پای صندوق رای و با نماینده دیگه خود رای بدن یا برای ما تمدید خواهد کردن یا کس دیگر اونو انتخاب کرده خواهد کردن یک،, یک نظام یک نظامی که ما به اون نظام مردم سالار میگوییم کدام به کدام جای با منطق برابر میایه که یک اصل بسیار مهمه این نظام اصلا از بین بره یکی عملکرد من وکیل هست یک موجودیت قوه مقننه افغانستان که دو قوه دگه در بسیاری از موارد از این مشروعیت خود میگیره چگونه ما میتونیم که بگوییم که این قوه, قوه نباشه باز حکومت میتونه به کار خود ادامه بده حکومت وحدت ملی که خودش ولی ما خود میگیم بر فرض ای که جناب آقای سجاد میگن که وقتش تمام است در صورتی که اونطور نیست او میتونست بگه که دوره کار ولی در اول سال پنجم ختم یا ختم میگه برای که انتخابات را میگدش که انتخابات بعدی نتیجه میده و شروع به کار میکنه نگفته گفت بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات و شروع به کار پارلمان جدید ختم به برای معنی که هیچ گونه انقطاعی در پارلمان باید به وجود نیه پارلمان همیشه باید باشه پس زمانی را که قید کرده زمان که قید کرده یا چهار سال زمان که قید شده این بر چه زمان چون مدت کاریش پنج سال هست بله به اثر از ای که افغانستان کشور احتمالات هست که مثلا بنابر یک عوامل هم اوامل که رئیس جمهور پیش کرد انتخابات در افغانستان صورت نمیگیره وقتی صورت سر سرنوشت پارلمان چی میشه بنا دو چیز اینجا مد نظر بده یک که باید حتما انتخابات برگزار شود دولت نشه که با 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 چی بکنه سالانگاری بکنه و انتخابات برگزار نکنه و دوم انتخابات نتیجه داشته باشه و اگر انتخابات برگزار نشد با پارلمان لغو نشه پارلمان بتونه تا, تا اعلام نتایج نهایی انتخابات به کار ادامه بده شما میبینید چند نوع انتخابات داریم ما مثلا میگه در هر ولایت یک شورای ولایتی ایجاد میگردد بله. برای مدت چهار سال صرف هم بیرسون یک شورای ولیسوالی ایجاد میگردد برای مدت سه سال شهردار به این به این مدت شورای شهر به این مدت رئیس جمهور پارلمان به این مدت مونتا چرا در 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 انتخابات ریاست جمهوری میگه که دوره کار ریاست جمهوری در اول س... جوزا سال پنجم بعد از اعلان انتخابات بعد از انتخابات بدی منو خب فرض بری بگیریم انتخابات نشد شما چی میکنیم برای کشور بله آقای مجدد در این مورد که امیر امیر, انتخابات نشد ولی می کشور شمول میتونست باشه سوال هم خب در انتخابات گذشته که انتخابات هم برگزار شده اون نتیج اعلام نتیجه به درازا کشید رئیس جمهور شما شاهد که از مدتی که قانون تعیین کرده بود بیشتر بود در هر گریوس جمهوری کشید در هر دو دور انتخابات هفت هفت ما رئیس جمهور در در این میز چند بحث دیگر در این مورد داشت شماری از قانوندان های حقوق دان ها میگن که منظور از قا... منظوری قانونگذار در این مده است که اگر انتخابات برگزار میشه و اعلام نتیجهش به درازه میکشه باز میتونن که اوکلا یا پارلمان سابقه باشه اما اگر انتخابات برگزار نشته باشه و از زمان شما هم با پایان رسیده باشه پس چی گونه؟ یک حرف است منوط حتم انتخابات همین که میگه اعلان نتایج نهایی انتخابات بدین معنی که بعد انتخابات نتیجه بده و انتخابات برگزار شود سی تا 60 روز قبل از پایان دوره کاری هم رئیس جمهوری هم پارلمان بعد انتخابات برگزار شود و انتخابات نتیجه داشته باشه به خاطر که یک انتخابات به وجود نیه و در, در, پیوندش میاره که شورای جدید شروع به کار می نماید اینا هم با یکدیگر رفت داره حال جالب اینجاست جالب اینجاست که ما خو باید استناد به یک ماده بسیار بسیار سریع قانون اساسی افغانستان میگیم که ادامه کار شورای, شورای ملی افغانستان قانون است جالب اینجاست که امی حکمت وحدت ملی که وجود آمده غیر از غیر از یک توافق نامه یک اعتبار توافقی دیگه چی میتونه داشته باشه در کجا یاد قانون اساسی افغانستان کوچکترین چیز در بله همین موارد اکثر او کلا رسانه‌ها مطرح میکنن آره جالب چیز مردم میگه که دلیلش نه میتونه مردم نمیگه نه اون طور هم نیست اون طور هم نیست یک ایده چی کسا حرف میزنه مجلس هم باشه چی کسا حرف میزنه یک کسایی که در انتخابات گذشته باخته کسایی که در انتخابات آینده علاقمندی به کاندیدات شدن داره دو و کسایی که ما نمیگیم خواسته نخواسته متوجه پیامد از این قضیه نمیتونه باشه فرض بر این میگیریم این پارلمان لق تمام حکومت هم هیچ اعتبار حقوقی نداره قضا هم خب پنج سال که ما داد میدینیم که به لحاظ خدا آقای کرده از سرپرستی بکش و, و, و مشروعیت بده به قضا و قضا را معرفی بکن معرفی نکرده من این که ای مشروعیت همین نظام در کل به کجا میشه یعنی میگن اگر پس و... مشروعیت یا قانونی بودن مطرح است که کلیت حکومت مشروعیت و قانونی بودن نه. زیر سوال است و اگر مجلس هم باشه دیگه نداره اصلا اصلا نه حرف نیست ما مشروعیت ما زیر سوال نیست قانون کاملا صراحت داره در این قسمت و حکومت م... چرا این کار کرده م... به طور مثال تصویب بودجه از صلاحیت های از صلاحیت های اختصاصی پارلمان ولی جرگه شده ملی افغانستان وقتی این منوط کده به انتخابات و نتایج انتخابات و جدید که در اینجا وقفه به وجود نیاد به خاطر همین که چندین چیز مسئله تصویب بودجه است تصمیم گیری های کلان هست که رئیس جمهور صلاحیت نداره واسه در شورای ملی باید رو تایید بکنه و تصدیق بکنه اگر شورای نباشه رئیس جمهور چیکار نمیتونه ولی به فرض بری بگیریم که رئیس جمهور افغانستان از طریق آرای صاف پاک شوچی ملت ما در رئیس جمهور شده این بالکل رئیس جمهور شده اما اگر شورای نباشه صلاحیت های قانونی خود چیقدر میتونه اعمال بکنه صلاحیت های چه 21 گانه رئیس جمهور با با یک تعداد داد عدیب مشترک است با, با, با شورای ملی و به خصوص بودجه بودجه که سرنوشت در همین و چی مامورین حکومتی و برنامه انکشافی حکومت را میکنه معلوم میکنه او خو از سلویت های اقتصادی پارلمان افغانستان است یک موضوع دیگه میخوام شما بگم مسئله سه ماه تعطیلی میکنم تمام میکنم سه ماه تعطیلی که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده برای شورای ملی افغانستان به معنای از این نیست که ما مستمر نیست فعالیت پارلمان به معنای از این هست که وقت چار نیم ما یک وکیل به پارلمان کار میکنه یکونی ما باید پس بره به معکلین خوب برسه مشکلات مردم، محیط، نیازها خواسته های مردم را اینا را جمع بکنه و برای رفع مشکلات از این برای اینا برای را پس بیاره و به جانب حکومت اینا را مطرح بکنه به خاطر از این نیست که وکیل برای به خانه خود بشینه و شکر بزنه و او ولی ای ای در ول... از کار از کار مستمر و دوامدار شورای ملی در مجموع هست و در ضمن اگر من وکیل مشکل داشته باشم بحث موجودیت یا قور نمیتونه زیر سوال ببره خب شاید یک به یک نفر مسئولانه عمل میکنه یک نفر مسئولانه عمل نمیکنه او بعد برمیگرده به مردم و تصمیم مردم در آینده خیلی سپاس ادامه این برنامه پس از وقفه کوتاهی با سلام مجدد در ادامه برنامه خوش آمدید آقای سجاد آنچه که آقای مجروم مطرح کردن خوب اگر حالا بپذیریم که پارلمان هم دوام کارش پس از اول سرطان غیر مشروع یا غیر قانونی باشه اما صلاحیت ها و کارهایی را که قانون هم برش پیش بینی کرده و باید انجام بده از جمله مهمترین مسئله که تصویب بودجه است و تا چند ماه دیگر هم سال مالی فرا میرسه و در شش فقره ماده های قانونی اساسی هم برخی صلاحیت های رئیس جمهور و مجلس نمایندگان را مشترک گفته قانون اگر کلا واقعا غیر قانونی هم باشه مجلس وجود نداشته باشه فکر میکنین چی تبعاتی میتونه داشته باشه و همین مجلس اگر غیر قانونی هم باشه باشه در این شرایط خوب است برای مردم افغانستان یا نباشه سه تا وظیفه عمده و کلان برای شورای ملی یا پارلمان وجود داره یکیش بحث قانونگذاری هست بحث نظارت هست و بحث بودیجه هست که هم یک بخش اگر بگیم قانونگذاری میشه یا به شکل مستقل قانونگذاری در نبود پارلمان چیکار کار میشه؟ در نبود پارلمان رئیس جمهور ماده 79 میگه که میتونه در صورت ضرورت بر اساس فرامین تقنین قانون را قانون را نافذ بکنه پس مشکل گذاری حل است مسئله بودیجه مسئله بودیجه بر اساس ماده 98 قانون اساسی است فکر کنم که صراحتا داره در صورتی که بودیجه به دلایل به دلایل تصویب نمیشه از طرف پارلمان بودیجه سال آینده بر از با توجه به بودجه سال خبیده. گذشته اجراات صورت میگیره این هم که حل شده بحث نظارت نظارت که الا خوب است که مشخص شود شا... چگونه نظارتی کرد پارلمان در این مدت چند سال و نتایج از این نظارت چی هست به یک بحثی است که اصلا من فکر میکنم خیلی ضعیف هم هست خیلی استفاده هم از این صلاحیت صورت نگرفته پس از این جهت صلاحیت های از اینا های پارلمان به نحوی نیست که به هیچ وجه اجرایی نباشه اجرا شدنی هست یک موضوع دیگه هم هست که بحث قوه اجرایه یا رئیس جم، جمهور با پارلمان یک اندازه قابل مقایسه نیستن از این جهت که حضور رئیس جمهور بنابر سلایت هایی که قانون اساسی بر در چارچوب ماده 64 قانون اساسی بر رئیس جمهور داده جزء سلایت هایی است که به بش شکل مستقیم با مسئله امنیت کشور با مسئله استقلالیت افغانستان با خیلی از مسائل کلان گری خورده حضور رئیس جمهور بودو و نبودش خیلی فرق میکنه ما نمیتونیم بگیم که بود و نبود رئیس جمهور با بود و نبود پارلمان علاسویه هست یکسان هست خیلی تفاوت داره اونجا یک قوی است که حضورش موجودیتش خیلی اهمیت داره نقش داره در استقلالیت افغانستان در امنیت افغانستان در ثبات افغانستان در آسایش مردم اما یک ارگان دیگه هست اینجا که حالا وظایفش و کارکردهایش اهمیتش ثانوی هست در اولویت قرار نداره از این جهت ای دو تا نمیتون بگیم که حالا اگر رئیس جمهور به زمانش برگزار نشد چی اتفاق افتاد ما هم چنین میکنیم بله ولی در... که در یکی از ماده های دیگر قانون اساسی که دولت هم متشکل از سه قوه گفته چون است پس وقتی که شما رو میگن که رای قانونی نداره اگر برخی مسئله بودجه هست یا آ... گپی صلاحیت هست که میتونه ایمال برای رئیس جمهور ده... اما در مسئله تکمیل بودن کلیت حکومت چی میشه دخند سوال همیست وقتی میگیم متشکل از سه قوه است یکی از این قوا زمانش قانونیش خاتمه پیدا کرده خاتمه پیدا کرده و ما انتخابات برگزار کرده نتونستیم حالا سوال اساسی است که ما ادامه غیر قانونی یا ای ارگان را بخوایم یا ختم فعالیتش را بخواهیم کدام از این میتونه مسمر باشه برای افغانستان برای مسائل ما برای منافع ما برای در کل دولت افغانستان باید بررسی بکنیم وقتی بررسی میکنیم حداقل در بسیاری از مسائل حداقل در 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 بخش جلوگیری از مصارف و بیت المال و جلوگیری از از مصرف شدن بی جای بودیجی کلان دولتی این حداقل به نفع ماست ما چی خوب میشه بیایم این بودیجی را که به جای میتیم برای شو، شورای ملی برای یک مدت نامحدودی که معین نیست تا چه وقت بیایم این بودجه رو بریم در بخش انتخابات مصرف بکنیم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد بکنیم انتخابات را اصلاح بکنیم و هر زودتر استفاده بکنیم از این بودجه انتخابات جدید برگزار بکنیم ما بهتر از است که برای دو ماه سه ماه چهار ماه یک پارلمان نداشته باشیم شش ماه یک پارلمان نداشته باشیم ولی بعد از شش ماه یک پارلمان مشروع داشته باشیم حالا کجا تزم... در خود اعلامی آمده که به دلایل نبود بودجه کجا تضمینی وجود داره که جامعه جهانی در اساس کدام معیارها یا دولت افغانستان بتونه بودجه را تأمین بکنه و انتخابات را از زمان معینش برگزار بکنه ما ببینید سوالای مهمی که بیرون میاد با ادامه فعالیت غیر قانونی پارلمان یعنی شما کار چند بار و با فعالیت غیر قانونی و غیر مشروع به کار برین واقعا فکر میکنین دیگر بعد از اول سرطان کاملا غیر قانونی از کار مجلس من فکر می کنم بر اساس قانون اساسی افغانستان در چارچوب قانون اساسی افغانستان ادامه کار و پارلمان دیگر ق... قانون پاسخگو نیست برای بله ولی پس نمیتونن نماینده و... های منتخب مردم باشن چگونه م... چی من به عنوان یک کسی که رای دهنده بودیم از حق رای خود استفاده کردیم برای نماینده خود در چارچوب قانون اساسی بر 5 سال وکالت دادیم ببینین من به این یک وکیل مدافع فعالیت میکنم ما را موکل میگه شما با ما قرارداد میکنین و در اساس قرارداد قضیه مرا تا محکمه ابتدای پیش میبرین وقتی محکمه ابتدای فیصله را صادر میکنه به عنوان یک وکیل وظیفه ام خاتمه پیدا کرده چی وکیل جدید بگیره چی نگیره ما برش میگم بر اساس تفاهمی که ما کردیم فیصله محکمه همی شد به خدمت شما ما دیگه وکیل شما نیستم و ما محکمه هم قبول نمی کنه به این وکیل حالا اختیار داری میگیری وکیل یا لا ادامه میتی با ما قرارداد جدید بکو بله ولی این یعنی رای جدید فکر میکنید در مورد مجلس و در, مورد در مورد مجلس, رای رای هم پارلمان برد. هم هست ببینین او رایی که داده میشه او رایی اگر ما باید حسابش کنیم اگر قرارداد حسابش بکنیم او شرایطی داره او رای نامحدود نیست او رای نیست که ش... وقتی او رای داده میشه ما به شکل نامحدود و ب... بدون در نظر م... م... مکانی و زمانی نماینده یک م... 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 شخص شدیم تا ابد او رای از خود شرایطی داره که او شرایط قانون اساسی بیان کرده او شرایط یکیش است که بعد از مدت پنج سال باید پارل... اعضای پارلمان خانه خود برند ولو اگر کسی دیگه نمی آیا اینا باید برن و با بگن که خود ما وظیفه خود انجام دادم مسئولیت به اساس رأی آمده بودم انجام دادم شما بب. بعد از یک کسی دیگه میتونین را انتخاب بکنین میتونین نکنین سپاسگزارم آقای مجید چند مسئله اشاره شد در این قسمت بس که خوب یکی نماینده های استدلال میکنن که اگر ما نباشیم تصویب بودجه چگونه میشه که باز هم اینجا قانون خودش پشمنی کرده و رایش سنجده که به اساس طرح بودجه قبلی میتونه استفاده کنه و همچنان در بحث اینکه اگر شورا نباشه کارهایی که مشترک با رئیس جمهور است چون رئیس جمهور میتونه بر اساس فرامین تقنینی اینجا کار کنه و همچنان به جای از اینکه ما بیایم بودجه ای را مصرف کنیم در یک مجلس غیر قانونی نبود پارلمان در شرایط کنیم به نفع ما است ابتدا خوب وقت نگفتیم اگر ما نباشیم بودجه چی میشه یک از دلایل همین که خب های مجلس نه نه اگر مجلس نباشه تصویب بودجه ما گفتیم که ما گفتیم وقت ادامه کار پارلمان قانونگذار مشروط به انتخابات و نتایج انتخابات و شروع به کار شورای جدی ساخته به همین دلایل هست که بعد از صلاحیت ها به هم مختلط هست و هیچگاه در اینجا یک به وجود نه یک سکتگی به وجود نه این حرف است رئیس جمهور فرمان تقنینی میتونه صادر بکنه در موارد خاص آن هم در زمانی که شورا تعطیل هست نه که شورای وجود نداشته باشه کدام وقت زمانی که اگر همین شورا تعطیل بشه رئیس جمهور میتونه نه او تعطیل نمیشه دیگه او در واقع ختم میشه آقای سجاد نه ولی آقای ما میان سر می ما ایران میمونم که جناب آقای سجاد چی قتون وکالت میکنن تعطیلی تا ختم ایر ایر با تفکیک کرد وقت شورا میره به تعطیلی های یک نیم ماه اگر یک مورد خاص به وجود آمد در اون مورد خاص میتونه رئیس جمهور یک فرمان بده اون با مجردی که شورا آمد تا مدت سی روز بعد او او فیصله شبکه اگر شورا تایید کرد تایید اگر نکرد رد میشه موضوع بودجه بودجه رو نگفته که اگر پارلمان با قانون اساسی افغانستان سرعت داره که اگر موضوع بودجه در میان بود و تعطیلی آمد شورا نمیتونه که به تعطیلی بره و تا زمانی که این تصویب میشه بر مبنای بودجه پارسال البته در قسمت معاشات مامورین ای ای استفاده میشه چرا خب بودجه اکثر سالها میآید در قسمت همو پیشنهادات حکومت و پیشنهادات شورا این رایزنی های ادامه پیدا میکنه در زمان معین از این ای به تصویب نمیرسه با. اگر یک ما او هم که شورا نمیتونه که ختم به تعطیلی بره شورا نمیتونه به تعطیلی بره ولی که هم کنی ماه دوره تعطیلی شورا هم بحث بودجه در جریان باشه ما نمیتونیم به تعطیلی بره تا زمانی که اینمی از جانب شورا تصویب تس، میشه تا او زمان از بودجه سال گذشته مطابق بودجه سال گذشته استفاده میشه که ای این قطعی در در معاش مامورین به وجود نیه این به مسئله به معنای از این که رئیس جمهور حق داره که این تصویب بکنه من سر از که ببینین میگن که رئیس جمهور خب وظایف کلان داره خب شک نیست که وظایف کلان داره ما میگیم وظایف کلان داره رئیس دولت هست اما حاکمیت تمثیل کنندی حاکمیت ملی نماینده های ملت هست و فکر میکنم که رئیس جمهور از حاکمیت ملی افغانستان هم بیشتر صلاحیت نداره مسئله اصل تفکیک قوا کجا شد اگر پارلمان نباشه عدم وجود پارلمان یک دیکتاتوری مطلق با وجود نمی آره خب این نیست که ما میگیم نظام مردم سالار اصل تفکیک قوا بعد مراد شود با کجای چی اومده که وقتی یک نظام سر ست ستون اشتوار هست و ستون مادر تو از قطع بکنی و ایره به خیر ملت بدن و دوستتون دیگه هم سقوط بکنه بله دلیل که نیست که ما اگر یک پارلمان مشروع داشته باشیم تمام پارلمان ما شخصا به عنوان یک وکیل ما در دوره گذاشتم بلندترین آرا در سطح ولایت ایراد داشتیم نه به زور نه به زر نه به تزویر یا این بارم به توفیق پروردگار آنچنان که ما باور دارم برای برای مردم خود یک تشویش از, از آرا نداریم یک روز اگر ما بدانون که ما به غیر مشروع با اول به پارلمان نمیشینیم هیچ هیچ گونا که غیر مشروع بشینیم جالب است که اول یک قضیه خب کلان تفسیر نشه شما, شما, شما جای جا یک قضیه بسیار کلان ملی به یک قضیه کوچک م... م... یک دعوی ای, ای چی داده میشه در واقع مثال داده میشه فرض برای این میگیریم از آقای جناب آقای سجاد سوال میکنم شما از یک نفر با یک نفر قرارداد می‌بندید به عنوان یک وکیل مدافع که من دوسیه تو تا محکمه ابتدایی پیش می‌برم درست در همین شرط گذاشته میشه که بعد از حکم قطعی محکمه ابتدایی در ظرف مدت 3 ماه در ظرف مدت 3 ماه بعد از حکم قطعی محکمه ابتدایی و گرفتن وکیل جدید برای رفتن به طرف استیناف من این قرارداد شما ختم میشه سه ماه شما تمام شد محکمه حکم خود ابلاغ نکرد وکیل جدید هم نگرفت وکیل جدیدم هم شما چی میکنید میتونید که دوسیه می این نفر راه اگر میتونید بفرمایید بگین راه و او در ذکرم ذکر هم داده شده باشه که مثلا در روز قبل از که ختم شود ما وکیل دیگه برای خود میگیرم مثلا کسی در مثلا انتخابات چی شما چی قیتون میتانیم امیر دوسی یک نفر بگذاریم به او تسلیم بکنیم باز بحث مسئله رای ملت افغانستان بحث یک دوسیه نیست ملت افغانستان رفته برای ما رای داده این حق از بوده حالا هم حق داره برای یک وکیل رای بده ولی ما باشم یک کد تا زمانی که ملت میره را رای میده و وکیل خود را انتخاب میکنه کی که حق داره که این حق از ملت افغانستان بگیره بگه با که امی حاکمیت ملی زیر سوال ببره و بگویه که شما برین دنبال کار خود که باز, باز چی چه شما انتخابات لطفا برگزار بکنید مشتی که دوره گذشته برگزار شد حکومت مکلف است انتخابات برگزار بکنه کسایی که وکیل است کسایی که نیست هر کس که علاقه داره مطابق به قانون میره انتخابات میکنه هر که از دم شمشیر خورد نوشش باد هر کس بود پس میای وکیل میشه برد. ولی در اینجا دوره پارلمان یا قوه مقننه افغانستان خونه میشه که این ای, ای قوه رو تعطیل کنیم دروازه از بسته کنیم تمام پارلمان افغانستان تمام پارلمان افغانستان نیمه معاشات مشاورین بیکاری همی حکمت هم نداره سوال که بیشتر در حقیقت سوال را مردم دارن که ما خوب حالا بپذیرن که ما در هم چنین مشکلات را داشتیم و در این اعلامه رئیس جمهور هم اشاره شده در انتخابات های پارلمانی گذشته داشتیم در انتخابات های ریاست جمهوری داشتیم و حالا این مشکل پیش آمده سوالی است که واقعا ما تا چی وقت به این مشکل ادامه بتیم و حداقل یک نقطه پایان برش نذاریم که دیگر قانونی اساسی نقص نشه و چنین جنجالی به وجود نبیاد و مردم کمی شهامت نماینده های مردم مجلس فعلا میتونن بکنن در مقابل حکومت استاد چون که ما شما انتخابات برگزار نکردین ما با کار ما دوام نمیتیم و هر چی که مسئولیت پایامی داشته باشه متوجه شما میباشه که نماینده ها چنین کار را نکردن ما اولا که مردم نمیگن یا که میگن اما مردم هیچگاه نگفته شما قبول بفرمایید نه ما به عنوان بله مبت و از سوال اون مردم خوبی است که 5 سال برای شما رای دادن ما تو چی نکرده مطابق با قانون مردم برای ما مرد رای داده تا زمانی که مردم باز میره به یک دیگه رای میده یک دوم اینی ایرا ما شامت ما ای بود که ما از ماهای گذشته چندین بار حکومت را مخاطب قرار دادیم با رئیس جمهور افغانستان در میان گذاشتیم کمیسیون انتخابات حال هر چی که هست نمیست دیگه میگه وقتی رئیس جمهور دیشا میگه مجرای انتخاب دیگه دیگه مجرای وجود نداره ما فقط صرف انیمیت که اصلاح انتخاباتی به وجود بیاه ولی باز هم کسایی که تعیین میکنه تاریخ معین انتخابات هست. کمیسیون انتخابات هست. نیم هستم نه رئیس جمهور است او از که زمان بندی میکنه جدول زمانی تعیین میکنه به رئیس جمهور میده رئیس جمهور و حکومت مکلف است که اما برنامه را به پیش ببره با تامین امنیت بکنه تا انتخابات بتونه برگزار باشه حال بس اینجاست ما کاری که با ما ارتباط داشته کردیم حال ما به عنوان نماینده ملت میدانیم با مجرد که ما امروز نباشیم یک ماه حکومت سقوط میکنه هیچکس کس نمیتونه چه بکنه که یک ما بله بودن نمید. شما برای و... تقوی حکمت ما نماینده میگیم کن... ما می نماینده میکنیم اول عنوان یک نادیش شما کوسین اگر نه بشن حکومت سقوط میکنه در یک روز نه در یک در, در این چن کاری کردیم تا سقوط کنه اول جهان چون به خاطر اینکه دی حکومت دیگه مشروعیت خود از دست میده نظام جهان کمک های جهان به افغانستان قطع میشه کسایی که می در برابر از این حکومت می جنگن و وقتی که در برابر چه می جنگن در برابر عدم مشروعیت این ای 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 نظام می جنگن به به افغانستان کس با, با پول کمک نمیکنه نظام از طرف, از طرف با با مردم سولیری به طرف دیکتاتوری میره وقتی به دیکتاتوری رفت خیلی کسای قدرتمندتر به افغانستان دکتر عبدالله اشرف خانی که باز میتونه وقت نظام چپا بکنه بنان امیال خیلی کسای قدرتمندی که به خانه خود ششته و چیدی گفته نمیتونه به خاطر عزیز که یک نظام است و بر مبنای نظام انتخاب شده و یک اصل تفکیک قوا در کشور وجود داره و اون نمیتونه کار بکنه به خاطر که ده. مردم جلوی وزیر بنان وقتی که وقتی که ام اصل تفکیک قوا از بین رفت حاکمیت ملی در افغانستان از بین رفت او زمان باز برای دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی خیلی کسایی هستند به افغانستان که مجال حکومت کردن نخواهند داشت آقای سجاد آقای مجبور خیلی حرف های زیاد داشتن من شما در ذهن تون هست اما کلیه طرفش در دو مورد بود که درست است که مردم برای ما رای دادن تا 5 سال 5 سال پایان نرسیده و هیچ کس حق نداره که حاکمیت ملی را از مردم افغانستان بگیره تا اینکه نماینده دیگر اینا انتخاب نکنن نمیتونن به نماینده باشن گپ دیگه که اگر ما نباشیم پس در کل نظامی نمیتونه وجود داشته باشه و شما گفتین که در شرایط حاضر به نفع ماست که پارلمان نباشه و تا اینکه یک پارلمان خوب تر داشته باشه متاسفانه حاکمیت ملی را از مردم افغانستان گرفتن وقتی مردم افغانستان در مواد زمانیش رأی دادن نمیتونن هیچ مفهوم است این مفهوم از این که اینا ندارن همه نقش رو خود ایفا میکنن در این کشور جز مردم افغانستان بله اما در این ببینید... مورد میگن که اینجا ما مقصر نیستیم چون حکومت است که انتخابات برگزار میکنه اگر م... م... پارلمان و های پارلمان مقصر نیستن بیان در ملت استاد شدن ملتی که حق رایش سلب شده ازش خب حالا بند بند دوم گفته میشه که بعد از اعلان نتایج خب درست سر بند دو بند دیگهش که جای شکی نیست که دو ماه یا قبل یا یک ماه قبل از ختم دوره اول سرطان زده که جای شکی نیست حق رای مردم گرفته شده از پیشون حق حاکمیت از مردم گرفته شده کسی در پلو چرا نماینده واقعا نماینده پارلمان نماینده مردم هستن برن در کنار مردم استادشان بگن حق حاکمیت از شما سلب شد حق حاکمیت سلب شده بس اصلا از بس حاکمیت وجود نداره حاکمیت قانون اساسی میگه از طریق به مردم تعلق داره که به شکل مستقیم و غیر مستقیم اعمال میکنن از طریق نماینده خود ب... حاکمیت متاسفانه نخش شده در این قسمت بس از این که ما بگیم که تعطیلی متفاوت هست از ختم دوره خب در ختم دوران پارلمان وجود نداره در تعطیلی هم وجود نداره یعنی فعالیت رسمی نداره چیزی به نام پارلمان اما در, هر دو حالت, حالت. ما گفتیم که جزئی از فعالیت‌های های هست چون رخصتی هم که میره درست مشکلات بله جزئی از, از, از فعالیت هایشان هست اما قانون گذاری کردن نمیتونن جزئی از فعالیت هایشان هست اما بودجه رو تصویب کردن نمیتونن جزئی از فعالیت هایشان هست اما یک وکیل پارلمان یا کمیسیون پارلمانی نمیتونه نظارت بکنه از یک وزارت خانه کاملا بس متفاوت است پس تعطیلی با... ببینید در تعطیلی هم وجود نداره پارلمان که فعالیت بکنه فعالیت های رسمی انجام بده در نبودش هم نیست این بس اما موضوع مثالی را که ما عرض کردیم ببینید ما میتونیم در یک قراردادی که امضا میکنیم به یک وکیل مدافع خیلی شرایط بگذاریم خیلی شرایط بگذاریم اما ش... او تمام او شرایط زمانی او شرایط, شرایط زمانی هست ما هر چی شرایط میتونیم اضافه بکنیم اما در قرارداد اما در قانون اساسی وقتی یک ذکر شد اون شرایط شد که تکمیل شد ما نمیتونیم چیز اضافه بکنیم چیزی را کم بکنیم بله زمان هست با اضافه این موارد با اضافه اعلام نتیجه انتخابات بله اعلان نتیجه انتخابات اعضای محترم پارلمان گفتن دوره کاری ما ختمه پیدا کرده و نتایج را باید اعلان بکنند چون نتایج وجود نداره پس وجود حضور ما هم معنی نداره اگر بله. نتایج وجود می داشت، بله ما هستیم تا نماینده جدیدی را که شما انتخاب کردین رای دارین بیاین جای ما رو بگیرن معلوم نیست که این نماینده جدید چی زمانی میاین اصلا نماینده جدید میای یا نمیای بس عزیز اصلا اراده برای برگزاری انتخابات وجود داره در کشور یا نیست ما میگیم دیکتاتوری میشه بس دیکتاتوری ما ببینین بله دیکتاتوری فعلا شده که قوه قضایه را مستقیم فعلا پارلمان در نبود قانونیش یعنی مشروعیت قانونی چون نداره چگونگی رایشان به اعضای جدید استر محکمه هم زیر سوال هست اونجا هم در قبضی قوی قضایی رفته پارلمان هم, پارلمان هم ادامه کارش بر اساس اعلامی که از ریاست جمهوری صادر میشه در اختیار ریاست جمهوری رفته بله دیگه در, وجود، در وجود ارگانهای غیر قانونی تمام قدرت تمرکز پیدا کرده در یک نهاد و به حضور از اینا دیکتاتوری دوام پیدا میکنه و حضور این نهادها دیکتاتوری را در واقع تایید میکنن بله خیلی سپاس آقای مجبور هستم با پایان برنامه خیلی رسیدیم وقت تمام است اگر حرفی داشته باشین خیلی کوتاه ما چرانی اول خو میگم میخوام بگم که امو قسم خود آقای سجاد عرفار میگن با خودشان حرفا خرد خو میکنن می حکومت ملی که بر ملت تعلق داره که یا مستقیم از طریق انتخابات خودشان اعمال میکنه یا غیر مستقیم که ما نمایندگیشون بله امی فیلن حاکمیت ملی رو ما اعمال میکنیم ما تمثیل میکنیم نماینده ملت خود است از مردم شما شما گرفته نشده. گرفت بی اساس گرفته نشده که ما در کنار ملت خود هستیم و هر روز حکومت فشار بدیم که انتخابات بعد برگزار شد تا ملت ما بتواند از حق خود استفاده بکنه و اگر ما نباشیم هیچ گوی کار صورت نمیگیره یک دوم زمان تعطیلی شورا اصلا یک از مؤلفه های از این مسئله امی... و نظارت کردن از حکومت هست ما وقتی در زمان تعطیلی میریم بر, بر, تمام ولایات تمام اینمی وکیلا شنیدن مشکلات مردم و بررسی از کارکرد حکومت هست این ای هیچ کس نمیتونه بگه که یک وکیل در زمان تعطیلی با حق نظارت از او صرف شده این چنین نیست حتی در زمان برگزاری در زمان تعطیلی شورا با مجرتی که یک موضوع کلان ملی باشه مثل که سال قبل شد که آقای کرزی شورا دعوت کرد رئیس جمهور میتونه که شورا دعوت بکنه شورا میای پس آجنده را مورد بعد قرار میده و میکنه و ادامه کار ما بر اساس اعلامی رئیس جمهور افغانستان نیست قبلا هم به شما گفت اعلامی ادامه کار ما بر مبنای قانون اساسی افغانستان بله هدف ها... چی بوده رئیس جمهور را می کرد رئیس جمهور ما به شما قبلا عرض کردم رئیس جمهور به خاطر تعیین برگزاری انتخابات همراه مردم مشوره کرده حقش است مشوره کرده که ما کی انتخابات برگزار بکنم ای ما نمیتونیم میتونیم که به مشوره نک حق بگیریم اما یک سوی تفاهمی که به وجود آمده یعنی و رسانه رو این به حساب یعنی یا آ... کار شما دوام داشت قانونی هم هیچ اصلا ما نیاد به اعلامیه نداشتیم اعلامیه به دو کار چی ال... شده صادر شده یکی که حکومت مسئولیت عدم برگزاری انتخابات پذیرفته که بر ما ارتباط نداشته حکومت پذیرفته دوم حکومت تاریخ برگزاری انتخابات آینده در مشخص است. و معنای از اینیت که او بار ما مشروعیت ما نمایندگی از, از, از رئیس میکنیم و نه از, از نهاد دیگر ایم. ما نماینده ملت خود هستیم تا زمانی که تعیین تا، تا تاریخ انتخابات شود طرف انتخابات بریم و ما قانونا این شورا را به نمایندگان جدید تعویض می‌کنیم در پایان هم سپاس از حضور و وقت مهمانی برنامه غلام فاروق مجو عضو مجلس نمایندگان و از سجاد استاد دانشگاه از شما بیننده‌های عزیز هم سپاس تا برنامه بعدی خدا نگهدار